تصویب سند اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب و طرح اصلاح الگوی کشت در شورای عالی آب. تأکید رئیس جمهور بر لزوم مدیریت صحیح تأمین، توزیع و مصرف آب در کشور، همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف ضروری است. با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نیست. تولید کننده باید 1.5% برای اسقاط خودروی فرسوده به صندوق ویژه واریز کند. صادرات بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا از ایران به قطر به ارزش 300 میلیون دلار. این قطعا ادامه دار هست و یک مبلغ قابل توجهی ارز به کشورمون و استانمون انشاءالله وارد خواهد شد. موفقیتی دیگر در عرصه پزشکی به همت دانش بنیان ها. متخصصان ایرانی با کمک سلول های بنیادی موفق به درمان بیماری آرتروز زانو شدند. تکنیک از داخل شریان ما بریم و این کار انجام بدیم برای اولین بار در دنیا است. لشکرکشی سایبری پنتاگون برای جنگ روانی ضد ایران، واشنگتن پست فاش کرد. اقدام فرماندهی نظامی سنتکام آمریکا به ایجاد حساب‌های جعلی مجازی برای دمیدن در اغتشاشات. و در گفتگوی ویژه خبری بررسی می‌شود تنها نیمی از تکلیف قانون برنامه ششم برای اجرای عملیات آبخیزداری محقق شده است. آخرین وضعیت تدوین لایحه آبخیزداری در دولت چیست؟ این خبرها و بیشتر در 21 امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی، شب بخیر. دومین جلسه شورای عالی آب در دولت 13 به ریاست آقای رئیسی برگزار شد. بررسی راهکارهای مربوط به مدیریت تأمین، توزیع و مصرف آب و همچنین اصلاح الگوی کشت محور اصلی این نشست بود. در دومین جلسه شورای عالی آب در دولت 13 سند اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب و اصلاح الگوی کشت که از سوی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ارائه شده بود به تصویب اعضا رسید. این سند 3 ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که عدالت، شفافیت و قانونگرایی مهمترین رکن این سند هست. ویژگی دوم در واقع نظام تصمیم گیری در سطوح ملی، حوزه آبریز که ممکنه مثلا 2 استان، 5 استان، 6 استان درگیر باشن، بخش قابل توجهی از اختیارات سطوح ملی به سطوح استانی که به ریاست استانداران محترم تشکیل میشه در واقع منتقل شده و امروز الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و کلیات اون به تصویب شورای عالی آب رسید. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی آب با بیان اینکه مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت از محوری ترین مسائل کشور است گفت: مدیریت آب نتیجهش باید افزایش بهره‌وری باشه. کم مصرف کردن هم من نمیگم، استفاده بهینه از آب، درست مصرف کردن آب، بتونیم هم در حوزه شرب، هم کشاورزی، هم صنعت بهترین فایده استفاده را داشته باشیم. هم در گروه اقدامات شد همین کاری که جناب آقای دکتر مهرابیان با همکاری همه بخش‌ها و همکاری مردم در رابطه با نحوه استفاده از برق انجام دادن. مصرف آب هم عیناً همینطوره. مدیریت آب مردم همکاری خواهند کرد، اما این باید با تبیین صورت بگیره، با تبیین صحیح، یعنی وضعیت موجود و بعد هم ارائه راهکار که فردا فلان کشت انجام بدید اوضاع درست میشه. اگه شما آب اینقدر مصرف کنید، اونم از این طریق، اگه لازمه ما هم تسهیلات میدیم برای اینکه شما بتونید مثلا فرض کنید آبرسانی زیستی بکنید، بعدم بتونید از درآمدتون این وام رو پرداخت کنید، این تسهیلات رو پرداخت کنید. باید راهکار به مردم داده بشه.
انتقال مشکل به درون مردم مشکل گشا نیست. آقای رئیسی به میدان آوردن مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین دانشگاه‌های کشاورزی را برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آبی ضروری دانست. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما. سامانه انتقال آب سد آزاد به سنندج 95% پیشرفت فیزیکی دارد. به گفته وزیر کشور، این طرح برای تأمین آب شرب جمعیت 700 هزار نفری شهر سنندج در افق 1425 طراحی شده است. آقای وحیدی با اشاره به این که از طریق این خط لوله سالانه 57 میلیون متر مکعب آب از سد آزاد به تصفیه خانه انتقال می‌یابد گفت همه منابع مالی این طرح تأمین شده است. وزیر کشور در سفر به کردستان از پروژه انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج بازدید کرد. این آب قرار هست جایگزین 2.4 متر مکعب بر ثانیه از تونل کتوش باشه. این پروژه هم اکنون 95% پیشرفت فیزیکی دارد. برای اینکه تامین آب با کیفیت و پایدار برای شهر سنندج انجام بشه، یه خط لوله از اون سامانه 88 کیلومتری انشعاب گرفته شده به طول 28 کیلومتر. خط لوله تا پشت دیوار تصفیه خونه تکمیل شده و امروز هم که خدمتتون هستیم، سکشن اول این خط که 8 کیلومتر است آب اندازی انجام شده و ان شاءالله در روزهای آتی شاهد تست و آواندازی بقیه خط تا پشت دیوار تصفیه خونه خواهیم بود. وزیر کشور همچنین از تأمین اعتبار 8500 میلیارد ریالی این پروژه خبر داد. که این کار هم با سرعت خیلی خوبی جلو رفته، منابع مالیش به موقع تأمین شده و تونسته در مدت اندکی با وجود که پیشرفت تر محدود بوده، نزدیک شاید کمتر از 20%، الان بالای 90% پیشرفت کار محقق شده. کارهای انتهایی اون داره انجام میشه که با پیشبینی که عزیزان کردن این میتونه به سرعت انشالله وارد چرخه استفاده بشه و مردم عزیز و شریف سنندج میتونن از یه آب با کیفیت خوبی برخوردار بشه. وحیدی از کارکردهای مختلف این خط انتقال گفت. گزارش دادن که الان 1000 هکتار از زمین ها زیر کش رفته با همین خطی که اتفاق افتاده. پس اضافه بر تأمین آب شرب سنندج، استفاده در حوزه کشاورزی، تأمین نیاز صنعت به مقدار 8 میلیون متر مکعب و که خودش در اشتغال زایی میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه، جلوگیری از فرونشست و سایر استفادهایی که در این حوزه میشه، این کار بسیار ارزشمند و خوبی بود. تو این طرح جدید اینم هست. بله. با اتمام و راه اندازی سامانه انتقال آب سنندج، مشکل کمی و کیفی آب شرب تا سال 1425 برای این شهر 700 هزار نفری حل میشه. طیب الله فیسی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج. کارخانه نساجی مازندران در قائم شهر به چرخه تولید بازگشت. سخنگوی دولت با اعلام این خبر از احیای حدود 1500 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در یک سال گذشته خبر داد و گفت 50 میلیارد تومان برای نوسازی کارخانه نساجی مازندران تخصیص یافت و 30 میلیارد تومان هم برای طرح توسعه این کارخانه اختصاص می‌یابد. بیش از 400 کارگر به کار برگشتن در این کارخانه. فعالیت الحمدلله در خیلی از اوقات سه شیفته شده در کارخانه. 100 شغل جدید هم انشالله با طرح توسعه‌ای در این کارخونه انشالله راه اندازی خواهد شد. خبر خوشی که وزیر محترم در جلسه دولت، وزیر محترم صنعت معدن تجارت دادن این بود که حتی همه مطالبات و حقوق کارگران در کارخانه بروز شده، یعنی پرداخت شده و نکته مهمتر این که از منابع خود کارخونه هم داره این حقوق و مطالبات پرداخت میشه، یعنی چرخ اقتصادی کارخونه الحمدلله دیگه خودش داره بدون حمایت دولت هم دیگه الان میچرخه. رشد حدود 4% خرید تضمینی گندم خبر دیگری بود که آقای بهادری جهرمی در نشست خبری این هفته اعلام کرد. آماری که سازمان برنامه بودجه اعلام کردن، الحمدلله خرید تضمینی گندم در سال جاری به عدد 7,170,000 تن گندم رسید به ارزش 83 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 3.6 برابر سال گذشته. یعنی خرید تضمینی گندم ما در امسال الحمدلله با تدابیری که صورت گرفت
افزایش 3.6 برابری داشت خدا رو شکر، و الحمدلله کل مطالبات کشاورزان هم علی رغم که چنین افزایشی رو امسال داشتیم الحمدلله تسویه شده. سخنگوی دولت با اعلام اینکه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی به مجلس معرفی می شود، از تدابیر دولت برای حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی هم گفت. به عنوان مجموعه‌ای که مکلف هست که زیر ساخت‌ها و شرایط فعالیت پایدار اقتصادی رو برای کسب و کارهای مختلف چه در حوزه حقیقی چه در حوزه مجازی فعال و فراهم بکنه، تدابیری هم در حوزه وزارت اقتصاد هم در حوزه وزارت ارتباطات اتخاذ شده که انشالله بشه زمینه‌های مساعدتری برای فعالیت پایدارتر در حوزه فضای مجازی کسب و کارهای ما انشالله داشته باشن. از این اقدامات خلاف قانون، از این تعرض و تعدی ها هرچه بیشتر مسئول باشن. هفت تفاهم نامه همکاری میان ایران خودرو و سایپا امضا شد. این تفاهم نامه ها با هدف هم افزایی ظرفیت ها بین 5 شرکت زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا منعقد شد. تفاهم نامه‌ای با رویکرد تحول در صنعت خودرو. شاهد امضای 7 تفاهم نامه بودیم در شرکت‌های زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا. این بسیار برای ما حائز اهمیته. این تفاهم نامه همکاری در تولید مشترک پیرو دستور 8 ماده‌ای اسفند 1400 رئیس جمهور درباره بهبود صنعت خودرو میان 5 شرکت زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا امضا شد. اتحاد استراتژیک یعنی ما بیاییم فرایندهای موازیمون رو با هم انجام بدیم که کیفیت رو بهبود بدیم، قیمت رو بیاریم پایین. و 5 هدفی که قرار است با اجرای این تفاهم نامه محقق شود: تولید اقتصادی محصولات و قطعات، کاهش هزینه‌های تمام شده، مدیریت و بهره برداری، ارتقاء سطح فناوری و به اشتراک گذاشتن دستاوردها. ظرفیت‌های خالی که در 2 شرکت وجود داره از هم دیگه استفاده بکنن برای بحث ارتقای کیفیت و بحث اینکه این دو تا خودروساز بتونن هم بهره وریشون رو بالاتر ببرن، هم این شرکت ها بتونن تو قیمت تمام شده قطعات بتونن قیمت رو پایین تر بیارن. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما. آخرین وضع فضای مجازی کشور با حضور سران 3 قوه بررسی شد. در نشست شورای عالی فضای مجازی که عصر امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارش از وضع فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی ارائه شد. در این جلسه درباره راهکارهای تقویت زیرساختهای شبکه ملی و توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال بر روی شبکه ملی بحث و مقرر شد زیرساختها و سکوهای داخلی برای حضور بیشتر کاربران داخلی پیش بینی شود. مجلس شورای اسلامی صبح و بعد از ظهر امروز جلسه داشت. نمایندگان در نشست علنی صبح با کلیات لایحه اسقاط خودرو موافقت کردند. بعد از ظهر هم جلسات تخصصی کمیسیون ها با حضور دولتی ها برگزار شد. موافقت مجلس با خروج خودروهای فرسوده از گردونه حمل و نقل. گواهی اسقاط خودرو در بازار سیاه خرید و فروش میشه. یکی از متهمان اصلی مصرف بالای بنزین و آلودگی هوا خودروهای فرسوده ای هستند که حالا دولت برای اصلاح فرایند اسقاط و کنترل قیمت گواهی آن لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو را به مجلس آورده. اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده بیاد 1.5% به حساب یه صندوقی واریز بکنه و منابع این صندوق فقط برای اسقاط خودروهای فرسوده استفاده بشه. با موافقت نمایندگان با کلیات، این لایحه در نهایت برای چکشکاری بیشتر و رفع پماد به کمیسیون صنایع ارجاع شد. تصویب شد. اما بعد از ظهر امروز هم راهروهای مجلس پر رفت و آمد بود. بورس و سهامداران و در کمیسیون اقتصادی آخرین وضعیت بازار با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بررسی شد. کمیته تخصصی مشترک کمیسیون اقتصادی وزارت اقتصاد رو
از امروز تشکیل دادیم. ظرف 10 روز آینده پیشنهادات مرتبط با آنچرا که به عنوان مشوقه ها هست در لایحه بودجه 1402 که الان دولت در حال حاضر در حال تدوین لایحه است و همزمان بخش از اقداماتی که نباید در دستور کار به عنوان اجرا قرار بگیره که متاسفانه الان در حال انجام هست، همانند قیمت‌گذاری دستوری، مجموع اینها در قالب یک گزارش مشخص انشاءالله جمع‌بندی بشه. کمیسیون صنایع بررسی مشکلات حوزه تأمین برق صنایع را در دستور داشت با حضور وزیر نیرو که از مشارکت صنایع در ساخت نیروگاه گفت. اولین واحد نیروگاهی این دسته از به اصطلاح صنعت کشور به بهره برداری رسید در سمنان. واحدهای بعدی هم در ماه‌های آینده از بهمن ماه شروع به افتتاح میشه. رئیس سازمان صدا و سیما هم به همراه معاون سیاسی خود میهمان کمیسیون امنیت ملی بود و گزارشی از نحوه پوشش اخبار اختشاشات اخیر ارائه داد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی. در حالی که رسانه‌های بیگانه بارها به نقل از اطرافیان خانم امینی سابقه بیماری او را تکذیب کرده بودند، اخیراً تصاویری به دست خبرگزاری صدا و سیما رسیده که نشان می‌دهد پدر خانم امینی در بیمارستان در گفتگو با مقام قضایی که درباره ضرب و جرح احتمالی پلیس تحقیق می‌کرده، سابقه عمل جراحی و همچنین ضربه نخوردن سر او را تایید کرده است. برای سوم ابتدایش پس از بستری شدن مرحوم مهسا امینی در بیمارستان کسرا، مقام قضایی با پدر این دختر 22 ساله سقزی گفتگو کرد. سرش هر جاش میخوای دست بزن سرش نگاه کن. 25 شهریور اما با اعلام خبر فوت مهسا امینی پرونده به دادسرای جرایم جنایی و پزشکی قانونی ارجاع شد. همزمان رسانه های بیگانه فضای کشور را به سمت اختشاش و ناآرامی سوق دادند. پدر مهسا اما به صراحت سابقه هر گونه بیماری و عمل جراحی دخترش را رد کرد. جراحی کرده بوده مغزش. اینا دروغ میگن. خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته. این در حالی است که آقای امینی در حضور مقام قضایی اذعان داشته دخترش در بیمارستان میلاد عمل جراحی در ناحیه سر داشته است. جراحی هم کرده 20 سال پیش دکتر شیبانی اونم اینقدر کوچک بود. مدتی بعد نتیجه آزمایش‌های تخصصی و نمونه برداری‌ها با حضور پدر و وکیل مهسا در کمیسیون 19 نفره پزشکی قانونی بررسی شد. اینجا به بالا شواهدی در داخل جمجمه دارم عرض کنم که بتونه به ما نشون بده که ایشون به علت ضربه فوت کرده وجود نداره. در معاینه ظاهری هیچ گونه شواهدی دال بر خروج خون نه از گوش نه از بینی نه از دهان وجود نداشت و در نهایت پس از تحقیقات کامل 15 مهر در نظریه پزشکی قانونی اعلام شد علت فوت مرحوم مهسا امینی افت ناگهانی هوشیاری و اختلال ریتم قلب بوده. پدر مهسا همچنان تأکید دارد دخترش پس از جراحی مغز در دوران کودکی در سلامت کامل بوده، اما پزشکی قانونی به استناد استعلام از پرونده درمانی مهسا پاسخ داد. استعلامی که از مراجع زیرت از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه کرد. معاون امنیتی وزیر کشور هم از نامه درخواست پدر مهسا به عنوان یکی از کارکنان تأمین اجتماعی کردستان خبر داد. در این نامه آقای امینی درخواست کرده به علت بیماری دخترش و نیاز به مراقبت همیشگی باید در محل خدمتش بماند. در اونجا با 25 سال سابقه خدمت شرایط خانوادگی طوری هست که بایستی من دائما کنار دخترم باشم و وضعیت جسمانیش به شکلیه که شما باید به شهرستان تبریز مراجعه داشته باشه. حالا انتشار گفتگوی پدر مهسا در بیمارستان با مقام قضایی این نکته را تایید کرد که آقای امینی هم خارج از رسانه‌های بیگانه ادعای ضربه خوردن به سر دخترش را رد کرده است. سرش نگاه خب، اما پس از مهسا امینی و نیکا شاکرمی چند روزی است نام سارینا اسماعیل زاده سوژه شایعه پراکنی و دروغ پردازی رسانه های بیگانه شد. و
و سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان 16 ساله. نامش سارینا اسماعیل‌زاده است و این رسانه‌ها درباره‌اش اینگونه می‌گویند: در اعتراض‌ها با ضربه باتون به سر کشته شده، به گفته عفو بین‌الملل با ضربات باتون به سرش. کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران. نه. سارینا اسماعیل‌زاده متولد سال‌های درد و رنج، دختر 16 ساله‌ای که برای زن، زندگی و آزادی به خیابان رفت. در مهشهر کرج در آخرین روز تابستان امسال، 11 شب زمانی که نیروهای 12 شب مهشهر کرج چطور معترضان شلیک می‌کردند. نه. و البته مادر سارینا به این روایت‌ها اینگونه واکنش نشان داد: نزدیک به خانواده سارینا گفته ساعت 10:30 شب دوستان سارینا به خانواده‌اش اطلاع دادند نه. که او به دست مرد 10:30 سارینا خونه بود اصلا. ساعت 12 ظهر روز بعد ماموران با خانواده سارینا تماس گرفتند و از آنها خواستند فوراً خودشان را به آرامستان کرج برسانند نه. و آنها را تحت فشار قرار دادند که سارینا را دفن کنند. تمام اینا دروغه. تمام اینا دروغه. به دلیل شدت ضربات این اتفاق ساعت 12 شب روز جمعه افتاده. تا جمعه 15 مهر که رسانه‌های حکومتی ویدیوی کوتاه از اعتراف اجباری مادر سارینا منتشر کردند. این یعنی اعتراف اجباری بوده؟ اصلا این اعتراف اجباری نبوده. این چیزی که حقیقت بوده من گفتم. کجای این اعتراف اجباری بوده؟ بر سازمان حقوق بشر ایران عفو بین‌الملل هم کشته شدن سارینا. خدا لعنتش کنه. هر کی که داره هی منو میگه اعتراف اجباری، هی داره میگه دروغ میگه، واسه خودش حرف زده. هیچ کدوم اینا رو من واسه خودشون حرف زده. اصلا ما باهاتون آخه روزی که بچه من از بالا افتاده اومدن از پلیس اومده همسایه ها بودن مگه میشه؟ یعنی ما میتونیم با همسایه هاتون صحبت کنیم؟ بله چرا نیستن؟ خب اومدیم به منطقه که مرحومه خانم سارینا اسماعیل‌زاده اونجا زندگی میکرد تا حالا از اهالی محل بپرسیم. میشناختی شما خانم اسماعیل‌زاده رو؟ بله دخترمه من بود. دخترمه شما بود. تسلیت عرض می‌کنم. رقم آخرتون باشه. میگی برای ما شما همینجا خودتون هم ساکنی؟ بله. ساعت 11:30 رفته پشت بوم و حالا ما پشت بوم آره دیگه رفته پشت بوم ولی خب توی اون یکی حیات سقوط داشتن. بله توی این وقتی که متوجه میشن که این اتفاق افتاده و زنگ میفته تو این حیات. آره میفته تو این حیات پیداش کردم و افتاده اونجا همینجا دقیقاً اونجا. بعد این چه شب این روزه که آخر آره من فرداش گرفتم. لباسای ایشون هم هست. محل حادثه. کاش من اون موقع فیلم میگرفتم. اینجوری مملکت ملت ریخته بود اینجا. مگه یه چیز علکیه که یه کسی بیاد بگه نه این علکی؟ ما اصلا هیچ که خوابش تا صبح نمیبرد. از پشت بونم افتاده، از طبقه یا پنجم یا ششم اینجا کتم. این دو تا خونه مال یکی. انقدرم زنگ زدن ما حتی نگاه کردیم که یهو در اومدن گفتن وای ساریناست، وای ساریناست. و این تماس های همسایگان این خانواده با اورژانس هنگام وقوع این حادثه. ساختمون همسایه‌مون یه نفر خودش از طبقه پنجم انداخته پایین، کسی هم تو حیاط نیست. به هر کی میگم یعنی الان تو حیاطه اون آقا؟ تو حیاط خونه شونه اون خانم. آها خانم افتاده. بله. اورژانس از شب حادثه این گونه روایت کرد: همسایه‌ها اعلان کرده بودن طبقه پنجم این فرد خودشو به پایین انداخته. ساعت 23:41 با اورژانس 115 کرج تماس گرفتن. بله. که اینجا همکارمون تو گزارش علت فوت ایشون نوشتن متلاشی شدن جمجمه، صعود از ارتفاع متلاشی شدن جمجمه. شما مسئول تجسس کلانتری 14 عظیمیه رساله. مادرش گفت تا ساعت 10:30 شب ما مهمان داشتیم. 10:30 شب مهمانامون رفتن، من تو پذیرایی دراز کشیدم که بخوابم. سارینا به من گفته که مادر برو اتاق خواب بخواب، من میخوام تلویزیون نگاه کنم. من بلند شدم رفتم اتاق خواب خوابیدم که بعد از اون همسایه ساختمان بغلی با افتادن چیزی به داخل حیاط متوجه میشن که سر صدا اومد، نگاه پایین میکنم اینا فردی افتاده پایین. زده بودن که مادر سارینا اسماعیل‌زاده به زندگیش پایان داد. بچه من از بلندی افتاده. بقیه هر کی میگه چرت و پرت و حرفایی که اصلا نه سر داره نه ته داره و به بچه من نمیخوره، به خانواده من نمیخوره این حرفا. میگه من الان مادر سارینا اسماعیل‌زاده هستم.
و زنده هستن. چطوری اینا میگن مردن؟ گوشای کردن که مامانش مرده. اونم مامانش سر و گور گنده هستی، بعد میگن مامانش فوت کرده. هرچند این رسانه ها با انتشار این عکس نوشته بودن مادر سارینا فرد دیگری است، حالا مشخص شد صاحب این عکس کیست. ما اینی که کنارش عمشه، میتونی شما بری محل زندگی عمش و اونجا سوال کنید، اصلا همسایا میشناسن عمشه. فضای مجازی هرچی پخش کردن اشتباس، اصلا نبوده چنین چیزایی، نبوده. دختر من از بلندی افتاده. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. فرمانده انتظامی کل کشور از مرکز نظارت و بازرسی فراجا بازدید کرد. سردار اشتری در این دیدار چهره به چهره با مردم گفت دیدارهای مردمی باعث بهتر شدن عملکرد پلیس خواهد شد. انتقادایی که دارن به ما رسیدگی میشه و خیلی از این انتقادها برای ما راهگشا است. یعنی خودمون متوجه میشیم چه اشکالاتی داریم در اجرای ماموریت‌هامون. به ساعت 24 ساعت مرکز همگانی ما پاسخگوی سوالات مردم هست. فرمانده کل فراجا درباره دستگیر شدگان اغتشاشات روزهای اخیر هم گفت افرادی که از روی احساسات و هیجان فریب خورده و تحت تأثیر قرار گرفته بودند مورد رأفت قرار خواهند گرفت. تعدادی در صد از روی احساسات و هیجانی اومدن، اونا تکلیفشون معلومه، یه مقداری بالاخره با رأفت بیشتری برخورد میشه و شاید با یکس تعهدی خیلی از اینها آزاد بشن. بسته ای داره به نوع اون اتفاقی که افتاده، ولی کسانی هستن که لیدر هستن در این تجمعات و تخریب کردن، به اموال مردم تعرض کردن، به اموال دولتی تعرض کردن، اینها دیگه دستگاه محترم قضایی باید تشخیص بده. اینا پرونده میشه. البته فقط ما هم دستگیر نمی کنیم، دستگاه دیگه هم هستن که زحمت کشن، اونا در میدان هستن. سردار اشتری همچنین از دستگیری افرادی خبر داد که در اغتشاشات روزهای گذشته در ظاهر پلیس با سلاح جنگی به سمت مردم تیراندازی می کردند. در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. بیشتر دنبال این هستن که تشدید کنن اختلافات رو، تشدید کنن این درگیری ها رو. همینطور که ما دیدیم در این صحنه ها تعدادی دستگیر شدن با سلاح جنگی که در بین مردم تیراندازی میکردن، تعدادی کشته شده بودن، اعتراف هم کردن و اینها خط میگرفتن از گروه های ضد انقلاب و اون طرف کشور که اینها دستگیر شدن. رئیس جمهور با خانواده شهید امنیت سلمان امیراحمدی تلفنی گفتگو کرد. شهید امیراحمدی شامگاه 16 مهر در پی حمله مسلحانه آشوبگران با شلیک گلوله به شهادت رسید. آقای رئیسی در گفتگو با خانواده شهید امیراحمدی مهمترین سرمایه ایران اسلامی را مردان و زنانی از جنس این شهید دانست و گفت امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون ایستادگی ملت ایران و مجاهدت‌های شهیدان است. رئیس جمهور ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید سلمان امیراحمدی از ضرورت اهتمام جدی همه دستگاه‌های مسئول برای شناسایی عاملان اصلی این جنایت و طراحان توطئه علیه کشور خبر داد. پیکر شهید مدافع امنیت غلامرضا بامدی امروز با حضور مردم مسجد سلیمان، خانواده شهدا و جمعی از مسئولان از میدان اصلی شهر به سمت آستان هفت شهیدان تشییع و در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت. پاسدار شهید غلامرضا بامدی از نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان بود که شنبه شب در راه دفاع از امنیت مردم به دست اغتشاشگران در شهر سنندج به شهادت رسید. روز افتخاریم که شانه های من مزین باشد به پیکر پاک متحر و نورانی شهیدی سرفراز. تشییع شهید امنیت در زادگاه خود مسجد سلیمان. باید ما تا قطره خون در بدن داریم در راه انقلاب و اسلام دفاع کنیم. ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم
تا آخرین قطره خون از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اسلام دفاع خواهیم کرد. غلامرضا بامدی 16 مهر ماه در مقابل با تجزیه طلب‌ها و اختشاشگران در شهر سنندج دعوت حق را لبیک گفت و شهید امنیت کشورمان شد. پسر منم آرزو شهادت بود، همیشه میگفت مامان دوست دارم شهید بشم، برام دعا کن شهید بشم و بهش افتخار میکنم. او 25 ساله بود و قرار بود 28 مهر ماه یعنی 9 روز دیگر مراسم عروسی خود را برپا کند. راه شهدا را ادامه میدیم، همونجوری که این فرزند ما فرزند ما نبود، فرزند ملت ایران بود، سرزمین ایران. همشهریان شهید برای تشییع او سنگ تمام گذاشتند. ما پشت این نظام ایستادیمه و از آرمان‌های انقلاب دفاع خواهیم کرد. پشت مقام معظم ربرین خالی نمی‌کنیم، ایستادیم تا آخرین نفس. عده‌ای از مردم هم خطاب به فریب خوردگان گفتند راه اعتراض با اغتشاش فرق دارد. خدمت کسانی که قصد دارن این نظام رو به آشوب بکشونن، خدمتشون میگم که مواظب خودتون باشین، چون که راه و روش اعتراض این گونه نیست. اموال مردم رو آتیش بزنن واقعا کار درستی نیست. کارشون درست نبود، نباید این کارا رو بکردن. جانشین فرمانده سپاه ولیعصر استان خوزستان هم از ادامه دادن راه شهدا گفت. و مجموعه نیروهای مسلح به عنوان کسانی که به هر حال مسئولیت تأمین امنیت این ملت رو به عهده دارن، هرگز از این به هر حال فرافکنی های دشمن پا عقب نخواهند کشید. یادمان نرود در همه شرایط سخت کشور این مردان میدان هستند که خودشان را ثابت می کنند. این حضور مردم نشان از این می دهد که آنها خوب می دانند امنیت اتفاقی نیست. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد سلیمان. کارشناسان میگویند بخش زیادی از حساب‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی غیر واقعی است. روزنامه واشنگتن پست هم اخیراً نوشت آمریکا تعداد زیادی حساب جعلی مجازی را ضد ایران ایجاد و سازماندهی کرده است. More than 80% of Twitter accounts are probably bots. جیمز دور فعال رسانه‌ای آمریکا میگوید 80% حساب‌های توییتری ربات و غیر واقعی‌اند. البته او به سخنان دنوود، افسر سابق بخش امنیت سایبری سازمان سیا استناد می‌کند که معتقد است علاوه بر توییتر، بقیه شبکه‌های مجازی هم گرفتار وضعیت مشابهی‌اند. اما در بحبوحه اغتشاشات اخیر روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که فرماندهی نظامی سنتکام آمریکا تعداد زیادی حساب جعلی فضای مجازی رو در جنگ روانی بر ضد ایران سازماندهی کرده. افشای این خبر پنتاگون رو وادار به واکنش کرد، به طوری که کالین کال معاون پنتاگون مأمور شد در این باره از سنتکام حسابرسی کنه و توضیح بخواد. کیت کلامبرگ روزنامه‌نگار در این باره با اشاره به افشای این خبر، حجم اغتشاشات اخیر ایران رو نشانه از وجود یک جنگ گسترده رسانه‌ای و روانی تحت حمایت غرب بر ضد ایران دونست. رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. رئیس کل دادگستری استان کرمان از شناسایی و دستگیری یک جاسوس موساد در این استان خبر داد. حجت الاسلام حمیدی گفت در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی سازمان اطلاعات سپاه، یکی از افراد مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که قصد انجام اقدامات ضد امنیتی در استان کرمان را داشت، در اقدامی پیش دستان شناسایی و دستگیر شد. کار این فرد هم به این شکل بوده که در پوشش کارهای بازرگانی و تجاری در واقع وارد استان کرمان شده بود و اطلاعاتی رو جمع‌آوری می‌کرد و قصد داشت با در واقع سفر به برخی از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و ارتباط با افسران اطلاعاتی موساد و رژیم صهیونیستی این اطلاعات در اختیار اونها قرار بده و اخیراً هم یک سفر به استان اربیل در شمال غرب عراق در واقع انجام داده بود که به حمد الله با رصد اطلاعاتی بسیار خوبی که در این زمینه داشتند این عنصر و این فرد دستگیر شد. در هفته وحدت، پرچم وحدت که به نام مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مزین شده از رونمایی
و در نقاط مختلف چابهار به اهتزاز درآمد. این پرچم زیبا که مزین شده بود با نام مبارک محمد مصطفی همزمان با آغاز هفته وحدت در سه نقطه از شهر چابهار به اهتزاز درآمد. نمادی باشد، محوری باشد برای وحدت اقوام، وحدت مذاهب، وحدت ملل همسایه، برای مردم شریف، مرزدار، غیور و دریادل شهرستان چابهار. پرچمی که در زیر سایه آن هم امنیت هست، هم اقتدار و سربلندی امت اسلام. تمدن عظیم ایرانی اسلامی شکل نخواهد گرفت مگر اینکه ما طبیعتاً بر مبنای وحدت حرکت بکنیم. همان چیزی که علمای اهل سنت و مردم سیستان و بلوچستان آن را بزرگترین نعمت برای خود می دانند. به نام خودم هفته وحدت به همه شما و به ملت ایران تبریک عرض می کنم. همه من باید به آن حبل اللهی که پیامبر عظیم الشان به ما معرفی فرمودند چنگ بزنیم و به منویات آن حضرت عمل نماییم. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار. دومین نشست افق تحول رسانه ملی صبح امروز در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد. آقای پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران این سازمان در این نشست حضور داشتند. دوازدهمین روز از دوازدهمین ماه انتصاب رئیس رسانه ملی و کلید خوردن تحول در سازمان صدا و سیما و دومین نشست افق تحول با حضور جمعی از خانواده رسانه ملی. اینجا صحبت از هویت محوری و عدالت گستری بود. در پرتو همین شعار است که ایده های کوچک از شهرهای کوچک می توانند روی موج رادیو یا در قاب تلویزیون بیایند و حتی جهانی شوند. آرزوی ما اینه که در نقش قرارگاه فرهنگی بتونیم این ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، بهشون میدون بدیم و اینا رو ما ترویج بکنیم. سلام فرمانده یکیش بود. کاری که یه جبهه فرهنگی طراحی کرده، پیشنهاد داده، کارش انجام داده، رسانه اومده پای کار، اومده بهش ضریب داده، اومده بهش میدون داده. رئیس رسانه ملی در این نشست به هدایت فعالانه رسانه ملی برای رخ ندادن برخی بحران‌ها اشاره کرد و گفت البته در این مدت حاشیه سازی ها کم نبود. شبنامه و روزنامه و نمیدونم گاهنامه و سایت و کانال و هر چی که از دستشون برآمد برای متزلزل کردن سازمان در دوره تحول انجام دادن. همچنان حاشیه سازی ادامه داره. تو همین دیشب آخر شب هم حاشیه سازی هاشون ادامه داشت و شایعه پراکنی هاشون که به لطف خدا و به فضل خدا هیچ کدوم از این اقدامات ما را از مسیر محکم و مطمئنی که داریم متزلزل در این مسیر انشاءالله نخواهد کرد. خیال همه راحت باشه. رئیس رسانه ملی در افق تحول گفت درهای صدا و سیما به روی همه افراد و ابتکاراتشان باز است. خیلی از حرکت هایی که من در این یک سال تو صدا سیما دیدم دلیل بر وجود اراده تحول در سطح مسئولان صدا سیما و این امیدبخش کننده است. رد پای برنامه های تولیدی استانی و چهره های جدید و مخصوصا برنامه های گفتگو محور و اندیشه محور زیاد شده، این امیدواری برای شخص خود من هست. اولین و مهمترین اتفاقی که باید بیفته فیلم نامه است و اینکه فیلمنامه ها به لحاظ دراماتیک قوی بشن. دومین نشست افق تحول میزبان دو بانوی قهرمان بود. مادر پهلوان شهید سعید توقانی که 22 اسفند 63 در شرق دجله به شهادت رسید. اسمشون فرن خوشحال میشم دیگه. وقت خوشحالم هستم که خیلی اخلاقش با مردم خیلی خوب بوده. و همسر شهید مدافع امنیت که به دست اغتشاشگران به فیض شهادت نائل آمد. بر امنیت خانواده ها، مخصوصا بر امنیت پرچم این کشورمون شهید شدن و دوست دارم همیشه جایگاهشون رو داشته باشن و همیشه هم تو رسانه ملی چه این شهدا، چه شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس
یاد بشه. لزوم تلاش برای تسریع تحقق تحول در محتوا، رویکرد و سازوکارها از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا به قطر صادر شد. بر اساس این قرارداد 200 تن زعفران با ارزش 300 میلیون دلار به این کشور صادر شد. حدود یک ماه پیش بود که بزرگترین قرارداد تجاری زعفران دنیا بین تجار ایرانی و قطری امضا شد. کشور قطر زعفران به صورت کاملا فراوری بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. دیگه تحلیل شرایط زعفران به صورت خام به بازارهای جهانی عرضه نخواهد شد. در این روابط اقتصادی، نخستین محموله از مجموع 200 تن زعفران صادراتی از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مقصد قطر صادر شد. برای تأمین الباقی این قرارداد، ما نیاز به توجه و همکاری کلیه زنجیره ارزش زعفران داریم. کشاورزان عزیز با تولید محصول با کیفیت، صادرکنندگان عزیز با همکاری که بتوانیم این حجم زعفران رو در واقع تأمین بکنیم. این صادرات در جهت فراوری زعفران و نزدیکتر کردن قیمت این محصول استراتژیک کشور به قیمت بازارهای جهانی و جلوگیری از خام فروشی انجام می شود. استان خراسان رضوی با 91 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران رتبه اول کشور را داره. کلیه شرکت هایی که در فراوری زعفران و در صادرات زعفران کار میکنن و پیشگام هستن مورد حمایت دولت هستن. این قطعا ادامه دار هست و یک مبلغ قابل توجهی ارز به کشورمون و استانمون انشاءالله وارد خواهد شد. صادرات زعفران این نوید را به کشاورزان و زعفرانکاران می‌دهد که امسال با خیالی آسوده‌تر با افزایش بهره‌وری در واحد سطح این محصول نگرانی از عرضه و فروش دسترنج خود نداشته باشند. با ارسال این مرسوله صادراتی زعفران به کشور قطر 300 میلیون دلار ارز وارد کشور خواهد شد. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. رئیس جمهور برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا پس فردا به قزاقستان سفر می کند. سخنرانی در ششمین اجلاس سران سیکا و دیدار و گفتگو با تعدادی از سران کشورهای حاضر در این اجلاس برنامه سفر یک روزه آقای رئیسی به آستانه است. اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با عنوان اختصاری سیکا، نهادی منطقه‌ای با 27 کشور عضو که نزدیک به 90% از قلمرو و جمعیت آسیا را شامل می‌شود. سازمانی که 9 کشور و 5 سازمان چند ملیتی از جمله سازمان ملل متحد عضو ناظر آن هستند. این کنفرانس 30 سال پیش به پیشنهاد نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور وقت قزاقستان تشکیل شد با هدف اقدامات اعتمادساز در بین کشورهای آسیایی در 5 حوزه اقتصادی، زیست محیطی، انسانی، چالش‌ها و تهدیدات و نظامی و سیاسی. کنفرانسی که هر 4 سال یک بار با حضور سران کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد و حالا در تازه‌ترین نشستش میزبان آقای رئیسی است. رئیس دولت 13ام که توسعه روابط با همسایگان و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه را اولویت سیاست خارجی خود قرار داده. رشد تجارت ما نشون میده که تراز تجاری ما اولا مثبت شده و بعد ما از مثلا کشورهای نزدیک به خودمون مثل امارات که ما رشد 8% داریم تا کشورهای دیگه که تا 450% رشد در واقع تجاری داریم. آقای رئیسی در راستای توجه به ظرفیت‌های توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی پیش از این نیز به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان سفر کرد. سیاست همسایگی است که ما داریم دنبال می‌کنیم با کشورهای همسایه. اونها هم پذیرفتن این رو، یعنی فهمیدن اعتماد متقابلی بین ما و کشورهای عضو شانگهای به وجود آمده. ما الان باید در صدد این باشیم که این اعتماد رو ارتقا ببخشیم و تبدیل بشه به نوعی همکاری عینی و عملی بین ما و کشورهای همسایه. رئیس جمهور در حالی به همراه 12 تن از دیگر سران کشورهای آسیایی در کنفرانس سیکا شرکت می‌کند که پیش از این نیز در راستای سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت 13ام در اجلاس‌های منطقه‌ای شانگهای،
بریکس و اکو حضور یافته. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما. اما سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دقایقی پیش در بیروت آغاز شده. بخش های از این سخنرانی رو همراه با شما میبینیم و میشنویم. مسائل مالی اینها تغییر میپذیرند چون مرتبطن به نیازهای انسان، به زندگی انسان و با امکانات و تهدیدات انسان و اون جو و شرایط انسانی و غیره و ذالک. به خاطر همین است که شریعت ها متعددند. دین یکیست، عقیده یکیست، ارزش های اخلاقی و انسانی یکیست، اما شریعت ها متعددند و ممکن است که با همار اختلافاتی هم داشته باشند و این شریعتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، این دین، دین همه انبیا بود، دین همه انبیا است، از آدم علیه السلام گرفته تا نوح، تا ابراهیم، تا موسی، تا سید حضرت مسیح، همه انبیا صلوات الله علیه اجمعین. اما شریعت متغیر، شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که با احکام جدید آمد، شریعت های جدید آورد و نسخه های جدیدی از احکام آورد. احکام حالا چه قبل از اون بودن یا نبودن، خداوند تبارک و تعالی در سبحانه در کتاب قرآن کریم می‌فرماید کسانی که از رسول امی پیروی میکنند میبینند که ذکر ایشان در تورات انجیل آمده است و آنها را امر به معروف و نهی از منکر میکنه و طیبات و چیزهای خوب را برای آنها حلال دانسته و خبایث و زشتی ها را برای آنها حرام کرده است. بنابراین این امور کاهش پیدا کرد، این امور سنگین بود، این امور راحت‌تر شد، بندهایی که بود گسسته شد و کسانی که یاری کردند ایشان را، اینها رستگارانند که از این نور پیروی می‌کنند. بنابراین این رساله و این پیام خاتمه بود، خاتمه دهنده بود و کامل بود، کاملترین دین ها بود و مهمتر از آن رحمتی است که مربوط است به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه از مهمترین قواعد در شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حاکم بود بر مسائل شرعی و همه مسائلی که مرتبط بر شریعت این بود که دشوار نگیرند و هر جایی که مشکلی پیش می آید یا برای انسان مشکلی پیش می آمد. متخصصان کشورمان با بهره‌گیری از یک روش جدید و با کمک سلول‌های بنیادی موفق به درمان بیماری آرتروز زانو شدند. در این روش، سلول‌های بنیادی از طریق آنژیوگرافی به بیمار تزریق می‌شوند. حدوداً 7-8 سال زانو درد دارم. این اواخر بیشتر شده. دارو استفاده می‌کردم ولی جواب نگرفتم. بعد دیگه آقای دکتر گفتن که این روش رو انجام بدی، روش جدیدیه که اومده، این تکنیک از داخل شریان ما بریم و این کار رو انجام بدیم برای اولین بار در دنیا هست. دستاورد جدید دانشمندان سلول‌های بنیادی در درمان آرتروز زانو، تزریق سلول‌های بنیادی با روش آنژیوگرافی. عذروف دقیقاً همون ایرادی هستش که ما در زانوی مبتلا به استئوآرتریت درش دچار نقص هستن و بعد از تزریق سلول این سلول‌ها به عذروف تمایز پیدا می‌کنن و بعد از تمایز در واقع ضخامت عذروفی تو MRI رفته رفته افزایش پیدا می‌کنه. سلول‌های بنیادی در بانک سلولی پس از آماده سازی بلافاصله به بیمار تزریق می‌شوند. ما از طریق شریان فمورال وارد میشیم و میریم به شریان های ظریفی که در اطراف زانو هست به نام شریان های ژنیکولار. اونجا با تزریق سلول های مزانشیمالی که از بند ناف گرفته شده باعث میشیم که مجدداً یک ریژنریشن یا ترمیم مفصل انجام بشه.
از این روش برای بیمارانی که به درمان‌های دارویی پاسخ نمی‌دهند و یا امکان جراحی تعویض مفصل ندارند میتوان استفاده کرد. معمولاً حدود 3-4 روز بعد علائم بهبودی ظاهر میشه، خیلی زود ظاهر میشه. جالبه که علائم بهبودی خوب زود ظاهر میشه و مریض نیاز به اقدام اضافه‌ای نداره. یه سری داروهای خیلی روتینی ما مثل آنتیبیوتیک استفاده میکنیم برای احتیاط که عملمون دچار مشکل نشه. استفاده از این روش کمتر از نیم ساعت طول میکشد و بیمار با یک بی‌حسی موضعی در طول عمل هوشیار است. مریضمون نه زخمی داره نه دچار مشکلی، زخم باز اصلا نداره. فردای در واقع این پروسه مریض میتونه اون پانسمانی که جای در واقع عمل مداخله ما بود باز بکنه، حمام بره و هیچ مشکلی براش نیست و کم کم فعالیت‌های روزمره‌اش رو شروع میکنه. دردی نداشتم و دکترها گفتن که خدا رو شکر انشالله بعد از 2-3 روز درد پاهام خیلی بهتر میشه و میتونم به کار روزمرم برسم. همطور که میبینید بیمار ما هوشیار هستش و در واقع جراحی که براش انجام شد یک روش کاملا بی خطر هستش. دانشمندامون معتقد هستند که از این روش میتونن برای درمان بیماری هایی که در حال حاضر به صورت مرسوم درمان قطعی ندارند استفاده بکنند. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.